اداره عالی تفتیش از وارز شدن بیش از 770 میلیون افغانی از بازرسی بودجه های مالی نزدیک به 300 نهاد آمه در سال روان خبر میدهند. مسئولان این اداره گویند آنان نزدیک به 60 اداره دولتی را زیر بررسی دارند و در نظر دارند. در سال 1401، 200 نهاد دیگر از بخشای آمه را برای شفافیت و جلوگیری از فساد مورد بررسی قرار دهند. بشیر احمد شیرزاد اداره عالی تفتش اینجا در مرکز رسانه های حکومت دستاوردها و برنامه های سال روان و آینده این اداره را همگونی می کند. مسئولان این اداره می گویند آنان در سال روان نزدیک به 300 نهاد دولتی را در مرکز و ولایت های کشور بررسی کردند. در حدود 8.6 میلیارد افغانی مبالغ قابل تحصیل حساب شده محسوب شده و مبلغ دوازده میلیارد افغانی هم مبالغ قابل تصفیه که از این جمله خوشبختانه نظر به اطمینانی که از طرف ادارات آمدن واصل شدند در حدود 775 میلیون افغانی با واردات دولت واریز شده سرپرست این اداره از بلند بردن ظرفیت های این اداره در هماهنگی با نهادهای جهانی خبر داده میگوید د ترلاسه شند تو ظرفیتҳои این اداره او و دیگر نهادҳои دولتی را افزايش دهند. به غوید ده لپاره این څو ترتیب سوې و این څو جوړو موږ بیا شروع ترڅو پر دې عالی اداری مفتشین په خطر ترتیب کې هغه هم روزل سي هم دی که ما حق هه تفتيش وکړو او کاپ پیدا سي مسئولان در اداره عالی تفتیش می در حال حاضر بخش های مالی و اداری 59 نهاد دولتی را زیر بررسی داشته و قرار است تا 200 نهاد از بخش های عامه را در سال 1401 برای شفافیت و جلوگیری از فساد و همچنان استفاده از داریه های آمه بررسی کنند تفتیش صورت حساب قطعی دولت صورت بگیرد بر سال مالی 1400 و همچنان راپور و گزارش سالانه مصارف و عواید دولت از طرف اداره های تفتیش نهایی شود و, به مقامات رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه شود این اداره همچنان اطمینان می‌دهد که پس از نهایی شدن بررسی های آنان از نهادهای های و اداره های دولتی گزارش آن را با شهروندان شریک خواهد کرد این در حالی است که اخیرا نگرانی ها از بحر بغارت رفتن دارایی های آمه در میان شهروندان پس از سقوط حکومت پیشین به وجود آمده است.